متشکرم. دعوت میکنم جناب آقای اسماعیل محمد ولی، خبرگزاری ایلنا. سلام آقای رئیس جمهور، تبریک میگم بهتون اولین روز کاریتونو از طرف خودم و بقیه همکارام در خبرگزاری کار. سوالم به طور مشخص در مورد کارگران هست. همونطور که میدونید علاوه بر این که در 8 سال اخیر با سقوط ارزش پول ملی قدرت خرید کارگرها حداقل 50% کاهش پیدا کرده، زمینه در واقع فاصله دستمزد کارگرها خیلی به قبل‌تر از این برمیگرده. در طی 3 دهه گذشته همونطور که اطلاع دارید فاصله دستمزد کارگرها و تورم روز به روز به بهانه‌های مختلف از جمله مسائل تولید و مسائل اقتصادی دائما کاهش پیدا کرده و این یک شکاف عمیقی ایجاد کرده. برنامه دقیقتون، برنامه 4 سالتون برای پر کردن این شکاف چیه؟ متشکرم. اصل موضوع کاملا قابل قبول هست، یعنی بین افزایش دستمزد و تورم وقتی فاصله ایجاد میشه، این شکاف یعنی فشار به زندگی روزمره مردم مخصوصا کارگران که خب این فشار رو بیشتر لمس میکنن و احساس میکنن. دولت حتما مصمم هست این شکاف رو پر بکنه و این مشکل رو حل بکنه، اما اینکه در اجرای این برنامه زمانبندیش چگونه خواهد بود وابسته به بررسی هایی است که انجام خواهد گرفت. من قبلا اعلام کردم که در طول 100 روز اول همکاران من وضعیت واقعی کشور رو به تدریج برای مردم بیان خواهند کرد، بازگو خواهند کرد که مردم بدونن وضع اقتصادی کشور چگونه است، مشکلات کشور چگونه است، و البته در ظرف همون 100 روز هم برنامه‌های تدوین خواهد شد و اجرا هم خواهد شد. اینکه برخی از رسانه‌ها گفتن که تو 100 روز اول فقط گزارش کار تهیه میشه، نه، در 100 روز اول یکی از کارها این هست که گزارش وضعیت واقعی کشور به ویژه از لحاظ اقتصادی تهیه خواهد شد، به اطلاع مردم خواهد رسید. اما همزمان هم در ظرف 100 روز اقداماتی هم در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حتی سیاست خارجی، سیاست داخلی انجام خواهد شد. در تدوین کارگروه ها اینا همه برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت تدوین کردن. ما برنامه 100 روزه داریم، برنامه 6 ماهه داریم، برنامه سالهای بعد هم داریم، وابسته به شرایط مختلفی که پیش بینی شده در کارگروه ها. بنابراین در این زمینه هم اقداماتی انجام خواهد شد، اما اینکه این شکاف کی کاملا پر میشه وابسته به شرایط ماست و انشاءالله بررسی های ما این رو خواهد گفت که چگونه ما این کار رو خواهیم کرد. اما اصل این به عنوان یک هدف مد نظر قرار خواهد بید.